به نام خاک پاک ایران، به نام شهریار ایران زمین، رضا شاه دوم، پهلوی سوم و نماینده ملت بزرگ ایران، عرض ادب و احترام پیشگاه یکایک که شما همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که در نهم اسفند ماه 2578 شاهنشاهی با یک برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ همراه ما هستید. در آغاز برنامه پوزه شما رو بپذیرید از اینکه یک مدت طولانی در خدمتتون نبودیم، بودن 14-15 روز برنامه نداشتیم. دلیل داشته که در طول برنامه امروز به دلیل عدم حضور ما در برنامه هی خواهید برد و بیشتر توضیح میدیم که به چه دلیل ما نبودیم. امیدوار هستم که جناب سعید قاسمی هم تشریف بیارن، کماکان منتظر ایشون هستیم تا برسن و در خدمتتون باشیم. اما دوستان، برنامه امروز طبق روال همیشه برنامه‌های رستاخیز سیمرغ بسیار بسیار مهمه، اما قبل از اینکه آغاز بکنیم بریم سراغ دوست و همرزم عزیزم جناب آقای قاسمی. سعید جان درود بر شما، خیلی خوش اومدین، دیر رسیدی ولی خب خوش موقع رسیدی. درود بر شما جناب کمالپور. من درود می‌فرستم به همه دوستان عزیزان، کسایی که الان برنامه رو لایو می‌بینن و آینده در یوتیوب، تلگرام و جاهای دیگه. من دیر رسیدم باشم همراهی می‌کنم، ببینم می‌تونم توی یوتیوب رستاخیز بذارم، ولی خب با یه سری مشکلات برخوردم، حالا می‌ذارمش برای سری بعد. دوستان لطفاً اگر توی اینستاگرام مشکلی هست توی فیسبوک بنویسید، توی فیسبوک هم برنامه رو پخش کنید. برنامه مثل همیشه برنامه خیلی خیلی مهمی خواهد بود. در خدمتتون هستم جناب کمالپور. خواهش می‌کنم. برنامه یک برنامه بسیار بسیار جنجالیه دوستان. میخواییم یه مقدار دیگه این بار پرده ها رو بیشتر بزنیم کنار، اما چون مهمه تا اشتراک گذاری بکنید یک دکلمه ای رو کار کردم به اسم خون ایرانی کجاست. امیدوار هستم که کلیپش به زودی آماده بشه و منتشر بشه، اما قبل از شروع برنامه این دکلمه خون ایرانی کجاست رو با هم بشنویم و برگردیم که یه تک بریم سراغ برنامه امروز با یک دنیای از اسناد و مدارک و گفتگوهای بسیار بسیار جنجالی. با هم دیگه اینو بشنویم تا ادامه برنامه. جناب قاسمی بی‌زحمت مایکتون رو ببندید. مردم جان بر لب از جور و ستم کجا هستند؟ ملت ایران کجا هستند؟ آن همه شیران کجا هستند؟ من نمیدانم پس خشم ایرانی چه شد؟ شرافت، غیرت و خون ایرانی کجاست؟ این دشمن آباب و اجدادی من داده بر باد ناموس و آب و خاک. ملت ایران کجاست؟ خشم شیرانش کجاست؟ چابهار و خسبیان از دست رفت. چابهار و خسبیان
از دست رفت، از شمالم تا جنوب برباد رفت، شرق و غربم رایگان تاراج رفت. گربه زیبای من را برگردانیدش به من، نقشه ایرانم کجاست؟ آن را برگردانیدش به من. آن جوانان غیور، شیر زنان و آن دلاور مردان، تهمینه و همکاوگان، در خاک ایرانم کجاست؟ آن پهلوانان، نعره خشم پلنگان، نیزه و تیر و کمانها، مردان ایرانم کجاست؟ خون یارانم چه شد؟ خون یارانم چه شد؟ عهد و پیمان ها چه شد؟ نعره آن پهلوان کرد کرمان شاه من، آن را چه شد؟ آن دلیران تنگستان من، در خاک ایرانم چه شد؟ قهرمانان ایلام و سنندج را چه شد؟ آن مشت آهنین از غیرت مردان تبریزم چه شد؟ برنوی خوش دست و خوش ساز بختیاری هایم چه شد؟ نعره از پلنگ مازن و چنگ از دلیر مردان گیلانم چه شد؟ دست خالی، دست خالی، سینه ها پر ز فشنگ، مردان خوزستان من، خاک ایرانم چه شد؟ آن خنجر زهراگین مردان بلوچستانم چه شد؟ بچه آن انگل ملای روزخان، با پول ملت ایران عشق بازی می کند. آن وقت این ملت دربند، آن کودک کار، آن زن بی سرپناه، آن مادر پیر دستفروش، نام شبش را از غافلش هنوز گدایی می کند. غیرت ایرانی چه شد؟ خون ایرانی کجاست؟ پول نفت را هم به غارت می‌برند، کاخ اعراب بالا می‌برند، کارگر خود را بر دار می‌نهد، کودک و پیر و جوان جان می‌دهد. ملت دربند جانش را هر دم گدایی می کند. شرف ایرانی چه شد؟ خشم مردانش کجاست؟ سرها یک به یک بالای دار، سرها یک به یک بالای دار، کس نماند بیگناه و باگناه، دارا ندار. دشمن اگر دست می زند،
ما هم سر و دستش زنیم. دشمن اگر سر میزند ما هم سر و دستش زنیم، گر او زند هم دست و هم ما را به سر، ما هم سر و هم ریشه و دستش زنیم. سینم مملو از تیربار و مسلسل گشته است، سینم مملو از تیربار و مسلسل گشته است، خواب نامحرم به جانم گشته است، گر گشایید سینه هم رگبار آغاز می شود، هر قطره از خونم فشنگی بر قلب سیاه دشمن خونخوار شود. من نمی دانم که ایرانی چه شد، آن غیرت و آن خون ایرانی کجاست، انقلابی گشتم، انقلابی گشتم تا بروم آزاد کنم، گر در این راهم بریزد خون من خاک کشورم پاک زنا پاکان کنم، هر قطر از خون من سر برون آبر هفتاد تن، هر تنی گیرد جام دشمن یکصد و هفتاد تن. گر خون انقلابی نریزد بر زمین، انقلابی در جهان ناید پدید. هموطن آزاد نگردد سرزمین. من نمیدانم خشم ایرانی چه شد، خون ایرانی کجاست، از همه کوها محکمترین، همچنین از شنزارها هم بیشترین، دست در دست هم در خیابان سر میدهیم فریاد را، تا که ما نابود کنیم این دشمن خونخوار را، دست در دست هم سر میدهیم فریاد را. میکشم آن که برادرم کشت، آتش این انقلاب هر روز بیشتر می شود، عنقریب لاشه ملا از ایران ما کم می شود، ایرانی دست در دست هم سازد وطن، نقش ملا و جهل و ظلم گردد کفن، ما خود همت کنیم ایران را آزاد کنیم، بعد آن پشت در پشت هم ایران را آباد کنیم، بعد آن پشت در پشت هم ایران را آباد کنیم. بله دوستان، خون ایرانی کجاست؟ این متن دکلمه نوشته خودم بود و موزیک متنش هم ساخته پسرم مانی و امیدوار هستم که به زودی کلیپش هم آماده بشه و یکی از دوستان دارن زحمت میکشن که بسازن و آماده که شد قطعا پخش میشه. اما بریم سراغ برنامه.
دوستان فقط پخش کنید برنامه رو که امروز یک برنامه بسیار بسیار جنجالی خواهد بود و مطمئنم که خیلی از دوستان منتظر بودن. جناب قاسمی شروع کنید، بفرمایید. بله، استفادارم از شما جناب کمالپور و مانی عزیز با این آهنگی که ساختن. دوستان عزیز دوستان برنامه رو توی فیسبوک پخش کنید، برنامه مهمیه. همونجور که همه عزیزان در جریان هستن، از مدت ها پیش، شاید نزدیک 2 سال پیش، ولی از نوروز گذشته به این ور به صورت مدام ما در مورد یک کشتار ایرانیان، یک نسل‌کشی ایرانیان مرتب برنامه گذاشتیم، همه مسائل رو گفتیم تا به امروز رسید. و متاسفم که بگم تمام صحبتایی که انجام شد در طول حداقل 2 سال گذشته دونه به دونش اتفاق افتاد. همه دیدید، همه شاهدش هستید. نمونه آخرش هم همین جریانیه که توی ایران توسط رژیم انگلشان آخوندی از عمد گذاشته شد برای همون اتفاقی که تازه اینم به شما بگم، این ویروسی به اسم ویروس کرونا و امثال اینها آغاز اون پروژه خطرناکیه که این خوابیه که برای ایران و برای ملت ایران دیدن. من فقط این خلاصه بگم از اتفاقایی که از نوروز گذشته افتاد، چون اینا باید ثبت بشه. اصلا ما دنبال این نیستیم که بگیم ما اول گفتیم یا دیگران به قول معروف چرا میان استفاده میکنن از کلمات، اصلا مهم نیست، یا از کلید واژه ها. هر چیزی که توی اساطیر سیما گفته شده برای آگاهی عمومه و چقدر خوب که دیگران هم بردارن یا بیان روی این مطالب کار کنن و استفاده کنن، پخش کنن، منتشر کنن. به هر حال شاید 10 نفر 15 نفرم اونها بیننده داشته باشن که بتونن بیشتر آگاهی داده بشه. بنابراین این اصلا دنبال این نیست که بخوایم بگیم ما گفتیم و فلان و هر کار. ولی چیزی که اون مطرح میشه اینه که همه این قسمت ها، همه این جمله ها، همه این برنامه ها یا این قطعه های پازلی که حداقل از نوروز گذشته کنار هم چیده شد تا به اینجا اومد، همش آرشیوه، همش سنده، همش هست و برای شاید امروز به درد خیلی ها اون صحبته که ما نوروز بکردیم شاید اون روز به دردشون نمیخورد، ولی امروز قطعا به درد هموطنانمون میخوره که برن نگاه کنن از کجا جریان شروع شد و به کجا رسیده و به کجا خواهد رسید، که اون خواهد رسیدش خیلی خطرناکه. متاسفانه تا به امروز هر چیزی که گفته شد اتفاق افتاد و همچنان میبینید که دشمن ایران موفق بوده در انجام ماموریت و در انجام کارهایی که خیالهایی که برای ایران داشته. اینم یادمون نره که از سال 1357 استارت ویرانی ایران خورد، کلید خورد. متأسفانه اینجوری نبود که اون روز بیان و یه دفعه به قول معروف لوده رو بردارن و همه رو شخ بزنن. نه، باید یه سری مراحلش طی میشد تا به اون جایی برسه که امروز رسیده و فردای بسیار بسیار خطرناکتری پیش رومون هست. داستان سیل ها یادتون هست در نوروز گذشته، سیل هایی که سد هایی که از قبل جمهوری اسلامی ساخته بود طبق دستور ارواحاش و بعد اون زمانی که نیاز بود سدها رو شکست، مسیر رودخانه ها رو عوض کرد، آب و فاضلاب رو به شهرها و استانهای مختلف ایران کشانید، دیدی مرزهای ایران رو چگونه ناآرام کرد. از اون طرف هم که دیگه به همه دوستان این ثابت شد، حتی خود جمهوری اسلامی هم اومد اعتراف کرد که آوردن نیروهای هشت و شبی، نیروهای تروریستی هشت و شبی. و این برای داستان هم که دیدید اپوزیسیون هایی پیدا شدن مثل علایار کنگلو، علافیار کنگلو و امثال اینا که اومدن مشروعیت دادن به بودن این تروریست ها در خاک ایران. به همین شکل بیای جلو، اومدن اون تروریست ها شد نتیجهش کشتاری که در آبان ماه انجام شد و بقیه داستان ها. در مسئله آبان هم یادتون هست دوستان، ویدیو ها هست، برنامه ها هست، ما اومدیم یه سری مسائل رو مطرح کردیم. اون روزی که سازمان حقوق بشر بین الملل و بی بی سی و این تلویزیون های پاکستانی لس آنجلسی صحبت از 100 نفر و 80 کشته در ایران میدادن، ما اومدیم آمار واقعی رو اعلام کردیم که بالای 5000 خورده ایرانی کشته شد، 5700 خورده فکر میکنم ایرانی کشته شد. و همه اینها دیدید به مرور زمان همش اتفاق افتاد، اسنادش اومد بیرون و تا به امروز رسیدیم. این خلاصه رو گفتم تا برسیم به بحث
اتفاقاتی که در چند روز گذشته، یعنی در هفته گذشته و اون یکی هفته قبلش افتاد و نقشی که رستاخیز سیمرغ داشت در برملا کردن قده چرکین و کثیفی که جمهوری اسلامی، حالا من بهش میگم حباب یا بادکنک، حالا جناب کمالپور یه اسم دیگه میشه میذاره، و این رستاخیز سیمرغ بود که باعث شد دنیا بفهمه در ایران چه خبره. حالا یکی یکی میریم جلو توضیح میدیم که مخالف بودن یا اپوزیسیون بودن یا مدعی مبارزه بودن این نیست که فقط بری بشینی پشت دوربین، کچربار و کراواتت هم بپوشی، صندوق گداییت هم بذاری جلوت و بگید بیایید به من پول بدید یا به من اعتماد کنید، من اون قراره 18 ماه ایران رو بسازم. نه، همیشه گفتیم در مبارزه شما اگر دشمنت رو نشناسی، اگر بازیاش رو ندونی، اگر سناریوهاش رو نتونی بخونی، مبارزه نیست اسمش اون کاری که داری انجام میدی، دور خودت به قول همزبانان افغان داری سرچرخونک میزنی. حالا ببینید رستاخیز سیمرغ چی کار کرد و چه اتفاقی افتاد. بفرمایید جناب شما. خدمت رو عرض کنم دوستان، همونطوری که جناب قاسمی هم اشاره کردن، من تأکیدم بگم که ما هیچ اصراری بر این نداریم که بگیم الا بلا ما چون گفتیم باید فلان بشه، نه. اما یک فلسفه ای هست که فکر میکنم الان باید بهش اشاره بشه، به دلیل اینکه بسیاری از دوستان، بسیاری که چند تن از دوستان اشاره کردن این تیتراژ رستاخیز سیمرغ که در ابتدای برنامه پخش میشه طولانیه و کلافه میکنه آدم و خسته کننده است. هیچ یک از این کارها بیهوده و علکی نیست و همش حساب شده است. سیستم رستاخیز سیمرغ از روزی که تأسیس شده، چه در زمانی که من و جناب قاسمی با هم دیگه شروع کردیم بیایم جلو دوربین، چه قبل از اون که در پشت پرده با هم دیگه هماهنگ بودیم کارامون رو انجام میدادیم، در هر دو بخش کاملا شفاف و واضح افشاگری میکردیم، اطلاع رسانی میکردیم و هفت اصل اساسی از فلسفه سیمرغ رو به اجرا گذاشتیم. تأکید بر این فلسفه سیمرغ از خان اول تا خان هفتم برای این بود که تمام اینها در ذهن یکایک همیانان ما بشینه، جا بگیره و بدونن که سیمرغ دارای یک فلسفه است و بر اساس همون فلسفه کارش انجام میده. و امروز شما اگر روند مبارزاتی ما رو چه در خارج از ایران و چه در داخل ایران با فلسفه سیمرغ بشینید بررسی بکنید، کاملا آشکار میبینید که ما رسیدیم به خان ششم و خان ششم رو شفاف داریم بیان میکنیم، علنا وارد میدانی شدیم که تا الان 41 سال گذشته از حضور جمهوری اسلامی و اشغال خاک ما توسط روح الله خمینی و دار و دستش، و این اپوزیسیون مدعی هیچ کاری نکرده و امروز ما در خانه ششم کاری رو میخواییم انجام بدیم که اسمش رو گذاشتیم بازی دارت، آغاز یک پروژه بزرگ از فاز اول سیمرغ طلایی. اما قبل از اینکه باز صحبت‌ها رو با اسناد پخش کنیم، بد نیست چون اینا به هم دیگه مرتبط هست، ببینیم اصلا این بازی دارت از کجا آغاز شد و چگونه ما سیمرغ طلایی و بازی دارت رو آغاز کردیم، یک به یک چطوری چراغ ها رو روشن کردیم اومدیم جلو و چه اتفاقی در ادامه در روند این فاز از مبارزه ما، بدون اینکه کوچکترین اشاره ای بکنیم، بدون اینکه لایوی بذاریم، بدون اینکه تبلیغاتی بکنیم، اتوماتیک وار یکایک ابزارهای حاضر در جامعه دست به دست هم دادن تا در پروژه ما شرکت کنن و این پروژه به زیبایی انجام بشه و پیروز میدان بشیم. و بهتون امشب ثابت میکنیم که ما در فاز اول بدون اینکه بوق و کرنا کنیم، بدون اینکه بریم تو بی بی سی، بدون اینکه بریم تو ایران اینترنشنال، بدون اینکه بشینیم دائما جلوی دوربین قیافه بگیریم، دوربین ما رو بگیره، بدون کوچکترین تبلیغی، فاز اول مبارزه ما و پروژه ما با پیروزی به پایان رسید و امشب اعلام میکنیم. کسانی که مدعی هستید، شورای مدیریت گذار از تمامیت ارضی ایران، آقایونی که دولت موقت میخوان را بندازن، ادعا میکنن مدیریت بلدن، ادعا میکنن استراتژیستای قوی هستن، بشینید نگاه کنید این برنامه رو، شاید یاد بگیرید مبارزه برای آزادی ایران در گام نخست
از خودگذشتگی میخواد که به فکر نام خودتون نباشید. بریم اینو یه مروری بکنیم با هم دیگه برگردیم و در ادامه اسناد و مدارک صحبت خواهد کرد. President Donald Trump and all the ladies and gentlemen of the world, the new generation of Iran is sure that you will soon have to respect the will of the Iranian people, and in order to protect your interest in Iran and the Middle East, appoint Prince Reza Pahlavi as Iranian official recognized. Even before the free elections in Iran, you will be at the forefront of this great historical event. This is the lesson of history. We will see soon. امروز یکشنبه 13 بهمن ماه دقیقاً 41 سال از ورود ویروس مولاتاریا توسط مافیای ایران‌ستیز به ایران میگذره. در طول این 41 سال قربانیان زیادی گرفته این ویروس و همچنان داره میگیره. اما چیزی که از همه مهمتره، ویروس کرونا در چین همجوری که در جریان هست، همه کشورهای دنیا به خاطر سلامت جامعهشون و مردمشون ارتباطاتشون با چین قطع کردن. اما این وسط جمهوری اسلامیشون ماموریت در کشتار ملت ایران داره، دروازه‌های ایران رو به روی چینی‌ها باز کرده. حتی چند روز پیش به خاطر سال نو چینی تور زمستانی گردشگری برای اتباع چینی گذاشته بود به استان‌های مختلف ایران و همچنان هم ادامه داده. اما چرا در رابطه با ویروس کرونا جمهوری اسلامی تحت پوشش فعالیت‌هایی که سپاه تروریستی پاسداران این فرقه تبعکار داره، در حال وارد کردن یک سری از اتباع کشورهای دیگه ای هست که بیشتر اینها از آسیای شرقی دارن. بله دوستان، همونطوری که دیدید اگر به تاریخ این برنامه دقت بکنید، بازی دارت هدف اصلی از اجرای پروژه سیمرغ طلایی رو میگه اما کسی متوجه نمیشه. هدف در متن گفتار نهفته است. در 13 بهمن ماه جناب قاسمی اخطار دادن قبل از دیگران اگر کسی سند یا مدرکی دال بر این داره که قبل از ما اومده گفته بیاد ارائه بده. و در 16 بهمن ماه هم من صحبت کردم و بعد از اون دیدیم موج بزرگی از حملات توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی به ما صورت گرفت. یه تیکه از فیلمو کات کرده بودم و میگفتن که اصلا همچی چیزی وجود نداره، کرونای وجود نداره و و و و و. اما در طول 41 سال اپوزیسیون پوشالی چیپ بی سواد بدون استراتژی نسخه‌های مختلفی رو برای مردم ایران چه در داخل و چه در خارج نوشت، تجویز کرد و داد دستشون. بارها بارها در رستاخیز سیمرغ ما گفتیم تحریم هایی که اپوزیسیون میاد تعریف میکنه تماما به نفع جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. تحریم انتخابات در طول حداقل 3 دهه بارها و بارها شاهدش بودیم، اما هر بار میدیدیم جمهوری اسلامی میاد و آماری رو منتشر میکنه، عملا اون کمپین یا اون تحریم که اپوزیسیون تعریف کرده بود به نفع جمهوری اسلامی رقم میخورد، هم در داخل هم در جامعه جهانی و در معرض دید نهادها و سازمانهای بین المللی. اما چه اتفاقاتی میتونه رقم بخوره که تمام معادلات مافیای داخلی و خارجی که دوست دارن جمهوری اسلامی سر جاش بمونه نه تنها به هم میخوره، بلکه عملا میشن ابزار دست مبارزان و براندازان و مردم ایران و کاری که باید بکنن و میکنن. بریم در ادامه میبینیم. جناب قاسمی بفرمایید. بله، من یه توضیح هم که اون لوگوی رستاخیز اون بالا لطفا یه مقداری بیارش این برتر جا به جا شده بین تصویر اون. من یه توضیح بدم به دوستان در مورد بازی دارت. تاریخ سخن خواهد گفت، یعنی شما در مورد بازی دارت چیزی از ما توی این زمان نخواهید شنید. تاریخ در آینده سخن میگه که چه اتفاقی افتاد و
به چه صورت پیش رفت. اما همین که جناب تماکن گفت، طرح سیمرغ طلایی که ما مدتی در موردش داریم صحبت میکنیم، خیلی طبیعی هم میایم مطالبمون رو مطرح میکنیم و میریم، یه طرحیه که فوق العاده اساسی درست محاسبه شده و میزنه به اونجایی که باید بزنه، که یک بخشش همینی که الان در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی برگردیم بیاریم ببینیم اینی که الان جناب کمالپور گفت که یه سری از اینایی که افرادی که کل مبارزه‌شون ادعاشون شده که چرا من توی ایران اینترنشنال هستم یا نیستم، یا چرا ویدیو من رو ایران اینترنشنال توی تلگرامش نمیذاره، یا چرا من رو تو اونو میاره من رو نمیاره، آدم های دوزاری، آدم های بوخچی، آدم های شیپورچی، آدم هایی که هر روز به یک رنگی در میان، آدم هایی که به خاطر 10 دقیقه دوربین هر کجا که باشه، میخواد تو تلویزیون شهرام شارلاتان باشه، میخواد تو BBC باشه، میخواد تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی باشه، هر کجا باشه، شرف و حیثیت و آرمانش رو میفروشه برای 10 دقیقه دوربین. حالا میخواد ببینی که الانی که اومدند، به چند روز پیش جناب کمالپور صحبت کردیم، یه پستی گذاشتن که فعلا با توپ رستاخیز بازی کنید تا بعد. اونایی که اومدن پریدن روی موشه، بله اپوزیسیون موفق شد، شورای گذار و ایکس و وای و ایگه دست در دست هم دادیم، انتخابات را تحریف کردیم و جمهوری اسلامی در انتخابات شکست خورد. اینجوری نه، بازی انتخابات جمهوری اسلامی رو اتفاقا بخشی از پروژه بازی دارک بود که حالا در موردش صحبت میکنیم و همین رستاخیز سیمرغ که شما میبینید با همین فیسبوک و این اینستاگرام و بچه‌هایی که روی صحنه هستن با تیم سامانه، اینها بودن که بازی انتخابات جمهوری انجمنشان آخوندی رو به هم زدن. جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش رو کرده بود، از اون کمپین هایی که مسیح علی نژاد انگشت آورد جلو، سعید محمدی و یه سری از این دوزاری های مثل پیروز نادری و همسال اینها اومدن به کمپین مسیح علی نژاد پیوستن در خارج برای تبلیغات برعکس، تبلیغات معکوس که انگشت تو جوهری کن بگی جلوی دوربین، و از طرف دیگه هم اصلاح طلبانی که رسما توی رسانه‌ها بودن دیدید که چه تبلیغاتی کردن، مثل تلویزیون شهرام شارلاتان که مهدی خزعلی رو میاره و دعوت میکنه به اینکه برید شرکت کنید در انتخابات و همسال اینها. جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرد که بتونه خودش رو بکشونه به کی؟ به بعد از انتخابات، و بتونه یک انتخابات به قول خودشون حالا سیلی بر گوش استکبار و فلان اربابای خودشون بزنه. اما چجوری بازی انتخابات جمهوری اسلامی رو طرح دارت، بازی دارت و سیمرغ طلایی به هم زد؟ همتون به خاطر دارید الان جناب کمالپور چند تا ویدیوها رو گذاشت، ما 13 بهمن ما، البته قبلش هم توی برنامه‌مون توضیح داده بودیم، ولی 13 بهمن ما هشدار دادیم، اخطار دادیم، چون از داخل ایران، از داخل همین بدنه جمهوری انجمنشان آخوندی افراد وطن‌پرستی هستن که تماس‌هایی با ما گرفتن، تماس داریم و مطالبی رو عنوان کردن که این مطالب عمق فاجعه رو نشون میداد و اونها نمیتونستن کاری انجام بدن. بنابراین سیمرغ، تیم رستاخیز سیمرغ این مسئولیتش رو پذیرفت و خیلی کارا رو انجام داد که حالا در روند برنامه بهش میرسیم. اما دو روز قبل از انتخابات، بازی انتخابات جمهوری اسلامی رو ما برهم زدیم. چجوری برهم زدیم؟ اگر این ویدیوهایی که الان جناب کمالپور بعد از صحبت خودش میذاره دقت کنید، تا روز سه‌شنبه 23 بهمن ما فکر کنم دقیقاً 23 بهمن ما میشه، درسته جناب کمالپور؟ نه، 6 اسفند، 3 اسفند میشه سه‌شنبه فکر کنم، دو روز قبل از انتخابات. به هر حال تاریخ روزش الان من دقیق تو ذهنم نیست، روز سه‌شنبه، جمعه انتخابات بود، روز سه‌شنبه ما بازی جمهوری اسلامی رو به هم زدیم. تمام مقامات جمهوری اسلامی، از وزیر بهداشتش بگیر تا نمایندگان تحویله شورای اسلامیش تا استاندارها و امثال اینها، اومدن و رسما این خبر رو تکذیب کردن. وقتی این خبر تکذیب شد، بلافاصله فرداش مجبور شدن پرده بردارن از کثافت‌کاری‌هایی که داخل ایران انجام دادن و مرگ و میر و کشتاری که در داخل ایران داره اتفاق میفته و دنیا ازش بیخبره. حالا در روند برنامه بهش بیشتر میرسیم، ولی همینجا اینو من بگم،
مردم اروپا، مردم افغانستان، مردم عراق، مردم ترکیه، مردم کشورهای حاشیه همسایه ایران، باور کنید همشون مدیون این بازی داردن. چرا؟ چون این حرکت بود که باعث شد دیگران متوجه بشن که فقط چین نیست که داره ویروس ازش صادر میشه، جمهوری اسلامی هم داره ازش صادر میشه، و اون به قول معروف مراقبت های ویژه رو گذاشتن و بلافاصله بعد از اون دیدید شما چند کشور مرزشون رو با ایران بستن و هر ایرانی که از داخل ایران، اینجا بحث انسانیته، بحث ایران و چرا عراق مرزش رو روی ایران بست یا افغانستان بست، اصلا بحث اینا نیست، بحث مرگ انسانیته، بحث بشریته. هیچ فرقی بین یک کودک افغان با یک کودک ایرانی یا یک کودک عراقی یا یک کودک ترک یا یک کودک حاشیه خلیج فارس یا یک کودک ترکمنستان، هیچ فرقی بین اینا نیست، اینا همه انسان هم. و اگر بتونی که جریانی قدرتی بتونه مانع از کشتار این بشر و انسان بشه، بزرگترین خدمت رو به بشریت کرده. من یه توضیح تکمیلی بدم سعید جان در رابطه با این مطلبی که جناب قاسمی اشاره کردن. خب ما در بازی دارت پروژه‌ای که اجرا میشه در سیمرغ طلایی، خیلی مسائل رو همونطوری که اشاره شد بعد از اتمام کار میایم تعریف میکنیم، قبلش نمیایم تعریف بکنیم. این یک موضوع بسیار مهم. اما بسیاری از نیروهایی که به عنوان کارمند، به عنوان هر چیزی که در سازمان ها نهادهای دولتی دارن کار میکنن، اینو دیگه همه مردم میدونن، مخصوصا کسانی که میهن پرست هستن و واقعا میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه، که این افراد خیلی هاشون دلخوشی از جمهوری اسلامی ندارن، به علاوه این که دنبال این هم هستن که اگه میتونن ضربه ای بزنن و فقط صرفا برای امرار معاش، برای اینکه معیشتشون رو بتونن بگذرونن و نوری داشته باشن برای خوردن، مجبورن کار کنن که حقوق بگیرن زنده بمونن. خب اینها دنبال، به قول خودشون، دنبال کسانی بودن که ببینن در راستای اینکه به مردم نمیخوان آسیبی بزنن، واقعا دنبال مبارزه هستن، کسی رو پیدا بکنن و رستاخیز سیمرغ رو پیدا کردن، با ما در ارتباط بودن تا مطالبی رو در رابطه با شیوع ویروس کرونا به ما انتقال دادن. اما هیچ اسناد مدارکی دست خودشون نمونده بود، چون نمیدونستن باید چی کار کنن، که ما گفتیم اگر مدارکی هست برای ما ارسال کنید که ما بتونیم مستند کار انجام بدیم. قبل از اینکه خب مدارکی به دست ما برسه، ما اون ویدیویی که الان پخش کردم در 13 و 16 بهمن ما اومدیم نشستیم، اطلاعاتی که به ما رسیده بود و در اختیار مردم قرار دادیم که اینا میخوان این ویروس رو در راهپیمایی 22 بهمن در زمان انتصابات دوم اسفند ما گسترش بدن به صورت وسیع. خوشبختانه حالا کسانی که با ما در ارتباط هستن، تنگ و تنگ دارن کار میکنن، میدونن. مثلا یادمه چند روز پیش هومن جوان عزیز تماس گرفت با من که چرا تو اینقدر لاغر شدی؟ گفتم بیخوابی. باور کنید نه من، نه سعید قاسمی، نه سایر اعضای رستاخیز سیمرغ هیچ منتی نه بر سر ایران داریم، نه بر سر مردم ایران داریم، نه بر سر کسی از این وظیفه ماست. من برای خودم میگم چشمم کور، دندم نم، ولی باور کنید شاید در طول 72 ساعت 3 ساعت 4 ساعت ما بیشتر نتونیم استراحت کنیم، چون هر زمانی که احتمال بره که میخوان تماس بگیرن یا مطلبی رو برای ما ارسال کنن یا نامه رو ارسال کنن، ما مجبوریم آنلاین باشیم که یه دفعه بره رفته. حالا مطلبی که جناب قاسمی میگن، دو سه روز قبل از انتصابات دوم اسفند ما این معادله رو به هم ریختیم، یه مروری روش داشته باشیم ببینیم چی بود. شما در دنیای مجازی متن نامه‌ای رو دیدید از دکتر قاسم جانبابایی، نامه‌ای که روی تصویر الان شاهدش هستید، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. بعد از این که این متن نامه به دست ما رسید، ما اونو منتشرش کردیم. این ادعا نیست، تمام کسانی که از رسانه‌های ایران اینترنشنال، بی بی سی، مناتو، بعضی از رسانه‌های لس‌آنجلسی، خبرگزاری‌های خارجی،
از خبرگزاری رویترز، اسرائیل و و و تمام کسانی که پخش کردن، هر کس ادعایی داره که این مطالبی که ما امروز داریم میگیم ابتدا به ساکن دست اونا رسیده، ما حاضریم که بیاییم در یک برنامه زنده و ثابت کنیم، چون ما نه تنها این بلکه ویدیو داریم، بلکه عکسای دیگه از این نامه ها داریم، ویدیوهایی داریم که طرفی که میخواد برای ما ارسال کنه اسم ما رو آورده، اما به خاطر حفظ مسائل امنیتی پخش نمی کنیم. و اگر مجبور شیم کسی بیاد ادعای کذبی بکنه، اون موقع با راهکارهای تکنیکی میتونیم این کار انجام بدیم. این نامه زمانی که پخش شد متنش کاملا شفافه و ما اطلاعات دیگه هم داریم که اونو باز میذاریم به موقعش بگیم، اما متن نامه رو من یک بار بخونم. معاونت درمان این نامه رو زده، معاونت درمان وزارت بهداشت: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، سلام علیکم. احتراما حسب ارسال نامه به شماره فلان به استحضار میرساند، وفق اطلاعات جمع‌آوری شده تا کنون تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سطح کشور 35 نفر اعلام شده که در قرنطینه و تحت کنترل مراکز آزمایشگاهی این وزارتخانه میباشد. تعداد 4 نفر جان خود را از دست دادند و با ضریب احتمالی رشد ناگهانی ویروس کرونا به دلیل عدم شناخت راه‌های درمان این ویروس و کمبود فلان، که این متن نامه را من یادم یک بار دیگه هم فکر کنم پخش کردین، تاریخ این نامه 23 بهمن 1398. بعد از انتشار این متن نامه، خیلی جالبه، خیلی از افرادی که به ما حمله میکنن، میکردن، میکنن و در ادامه هم خواهند کرد، و تقریبا 42 خبرگزاری مربوط به جمهوری اسلامی اومدن روی این نامه مانور دادن. خبرگزاری جمهوری اسلامی بلافاصله تکذیب کردن، رسانه های مختلف در خارج از کشور گاردهای مختلفی گرفتن. جناب قاسم شما ادعا بدید که مطالبی که من باید رو صفحه نمایش بیارم بتونم به موقع پخش کنم. بله، همین که جناب کمالپور الان نامه رو دوستان نشون داد، این نامه رو 28 فکر می‌کنم بهمن، اینی که اینجا که جناب کمالپور توضیح داد که این نامه ها برای ما ارسال شد، اولا افرادی که یک همچین اسنادی در داخل سیستم در دستشون هست یا میتونن بهش دسترسی پیدا کنن، مطمئن باشید آدم های کمی نیستن در اون جایگاه هایی که خودشون دارن. ما جناب کمالپور الان اشاره کرد ویدیوها و اسناد خیلی مهم و به قول معروف چی میگم بمب خبری رو داریم که حالا به خاطر یه سری مسائل فعلا نمیتونیم رو انتشار بدیم. اما روی این نامه ها زمانی که اومد، خب قبلا هم با دوستان صحبت شده بود با همین افراد، بلافاصله از صفحات رسانه‌ای سیمرغ منتشر شد. لوگو نزدیم، اسم نزدیم، چون ما میگم ما دنبال من نمیدونم فلان. نامه رو منتشر کردیم، خداییش یه سری از افراد در خارج از کشور هم اینو پوششش دادن. این که نه، این یکی از اون مسائلی که حالا بهش خواهیم بپردازیم و در سطح وسیعی این کار انجام شد. شما اگر تو میدون جنگ موفق میشی، اون جنگ های قدیمی که با تیر و کمان بود، موفق میشدن مثلا تیر و کمان چون یعنی کماندارای حرفه‌ایشو و آتیشو مینداختن توی انبار قلعه دشمن که توی قلعه و قلعه ها بود و اون مواد غذاییشونو یا انبار مهماتشونو به قول معروف هدف قرار میدادن، خیلی راحت میتونستن اون دشمن رو شکستش بدن یا وارد قلعهشون بشن یا امثال این کارهایی که انجام میشه. این چند تا نامه‌ای که منتشر شد توسط رستاخیز سیمرغ دقیقا همین کار رو انجام داد. یعنی شما تا روز 29 بهمن فکر میکنم سه شنبه، الان جناب کمالپور ویدیوشو میذاره، بعد از این که این نامه منتشر شد در فضای سایبر و رسانه‌ها در موردش صحبت کردن، تمام مقامات جمهوری انگلشان آخوندی اومدن هم در صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی تکذیب کردن
و هم در همه خبرگزاری‌های داخل ایران. شما فقط کافی الان توی گوگل سرچ کنید تکذیب نامه، همین دیگه، هیچ دیگه سرچ نکنید. ببینید هر چی تکذیب نامه میاد، همین چند موردی که ما الان در موردش داریم صحبت می‌کنیم، توقع اینم نداشته باشید که جمهوری اسلامی بیاد تایید کنه و بیاد بگه بله این درسته، به به چرخ چرخ براتون هم دست بزنه. معمولا جمهوری اسلامی از روز اول، از دقیقه اول، اصلا دقیقه اول چیه؟ از قبل از به وجود آمدنش توسط مافیا تو جریان سینما رکس آبادان و کشتارهایی که انجام داد، هیچ روزی هیچ موردی رو گردن نگرفت، مگر اینکه به زور به قول معروف بهش ثابت کردن و گردن گرفت به سمی جریان هواپیمایی که اخیرا سرنگون کرد، که تازه اونم زیر بار هنوز نرفته. بنابراین خیلی از دوستان وقتی نامه منتشر شد یا برای چند تا از دوستان فرستادم، گفتم آقا این داخل ایران تکذیب شد، خب می‌خواستی چی بشه؟ می‌خواستی تایید بشه؟ اما یک ویدیویی هست جناب کمالپور میکس شده از نمکی، معاونش، مشاورش، رئیس دانشگاه، صدا و سیما و بقیه اینها. اون رو لطفاً بذارید که اون ویدیو یک روز قبل از اعلام رسمی ویروس کرونا در داخل ایران، تازه زمانی که کار به کشت و کشتار و مرگ و میر رسیده بود و اینا دیگه نمیتونستند به قول معروف نمیتونستند باید چی کار بکنن، منتها اینو گذاشته بودن بعد از انتخابات پرده از روش بردارن. اما رستاخیز سیمرغ کاری که کرد، قبل از انتخابات هم مردم رو آگاه کرد، هم سیرک انتخابات جمهوری اسلامی رو به هم زد. اینم تو پرانتز بگم قابل توجه، اون کسانی که میرن توی این رسانه‌ها میشینن میگن برای اولین بار اتحاد بین اپوزیسیون تحریم انتخابات جواب داد. نه اینجوری نه، تحریم انتخابات یه بحث دیگه از کاری که بازی جمهوری اسلامی رو در سیرک انتخاباتش به هم زد، کاری بود که ما انجام دادیم. بفرمایید جناب شما. هیچ موردی از بیماری کرونای جدید در کشور گزارش نداریم. در رابطه با ویروس کرونای جدید ما خوشبختانه هیچ موردی تا این لحظه در کشور گزارش نداشتیم. ما در ایران و قم هنوز هیچ موردی از کرونا نداشتیم. خدا رو شکر چند موردی هم که مشکوک بود آزمایشاشون منفی بود، لذا کرونا در ایران و قم هنوز آمار منفی هست و اینو با افتخار میتونم عرض بکنم. ما هیچ موردی فعلا در ایران نداریم. تا الان ما موردی نداشتیم. از مورد مثبت قطعی نداریم در استان که گزارش شده باشه. هیچ مورد کرونا ویروس در هیچ کدام از مراکز درمانی ما، چه سرپایی چه بستری، ما نداشتیم. نه تنها در استان مرکزی بلکه در کل کشور. هیچ نقطه‌ای از استان ما تا کنونش علائمی از این ویروس دیده نشده. دو موردی که در یزد داریم تا این لحظه مطلقاً کرونا ویروس نیست. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت تا کنون هیچ فردی در کشور به کرونا مبتلا نشده است. تا امروز ما هیچ مورد مثبتی از کرونای جدید در کشور نداشتیم و تایید نشده. ما هیچ مورد ابتلایی در کشور تا این لحظه نداشتیم. فضای فارس بیشتر به فضای شایع آلوده شده تا خود ویروس. خوشبختانه تا به امروز ما در سطح استان فارس هیچ موردی از ابتلا به کرونا ویروس نداریم. وجود بیماری کرونا ویروس ما مشاهدش در استان جان میتونی یه نظرین ببریش عقبتر اونجایی که اون تفت توی همین معاون بهداشت توی صدا سیمای میدیه جمهوری اسلامی و نامه رو روی تصویر گذاشتن. نه سعید جان، توی برنامه نمیشه استاپ کرد یا چیز، نمیشه کاری کرد، ولی خب الان شما گفتی دیگه اون استاپ شد. دوستان این ویدیوهایی که میبینید دیدید یه قسمت متن انتشار یافته همین نامه بود که بهتون نشون دادیم و بعدش که ما این نامه رو منتشر کردیم و خب خودتون میدونید مکاتبات این چنینی تماما محرمانه باید باشه و فقط حالا دست یه سری تعدادی مثل دبیرخونه یا بخش تایپ یا بخش ارسال و این چیزا که تو دبیرخونه هست میرسه و حالا چه کسی این وسط پیک میاره، نمیدونم کفتر برامو میاره، نمیدونم هر کسی هست اون بماند جای خودش، اما یا خود مثلا حسن روحانی هستن برامو فرستاده، اون دیگه با کسانی که با ما دشمن هستن میخوام ببندن انگ بزنن، بگید مثلا حسن روحانی با رستاخیز سیمرغ در ارتباط است، یا مثلا علی خامنه‌ای یا رحمان فضلی مثلا برای
رستاخیز سیمرغ نامه رو فرستاد. اما در هر صورت بعد از انتشار نامه جمهوری اسلامی و مسئولینش مجبور شدن این عکس العمل رو نشون بدن که بگن این نامه تکذیب و اصلا ما کرونا نداریم تو ایران. کرونا چیه؟ کرونا اصلا خوردنیه، پوشیدنیه، میرن توش میگردن، اصلا کرونا نداریم. بعد از انتشار این نامه جناب قاسمی شما ادامه بدید تا نامه بعدی رو آماده کنن. نه همینجا جناب کمالپور همینجا رو بزنید. این دوستان صحبتی که شنیدید همونجا که دیدید توی ویدیو نامه‌ای که الان جناب کمالپور در موردش توضیح داد، من هم توضیح دادم، اینو معاون وزیر بهداشت میره تو شبکه 2، شبکه 3 و شبکه 6 به اضافه شبکه 5 جمهوری انجمنشان آخوندی توی صدا و سیمای ملیش و در مورد این نامه سوال میشه، صحبت میشه، نامه هم روی صفحه تلویزیون گذاشته میشه و اینا عملا رد میکنن. اما جدا از اون مهران جان اگر میتونید توی لینک های خبرگزاری ها همین نامه اول رو تکذیبیاش رو یه چند تا از لینک ها رو بذاری. بله الان میرم. آره اینا رو من میشه. بعد بلا فاصله این روز سه‌شنبه است، روز سه‌شنبه قبل از انتصابات جمهوری اسلامی، وقتی این خبر همه‌گیر میشه و یکی دو تا از رسانه ها در خارج از سه تا رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور پوشش میدن، رادیو فردا پوشش میده، ایران اینترنشنال هم یه گزارش در موردش تهیه میکنه، البته بعد از اینکه تکذیب میشه اینا پوشش میدن، و آیت الله بی بی سی تکذیبیش اینا میان پوشش میدن، نه اینکه خود نامه رو پوشش بدن. زمانی که تکذیب کردن اونها بله همینجوری که دوستان نمیدونم متنش پیدا هست یا پیدا نیست. بله الان همین سایت خبرگزاری جمهوری اسلامیه که روی تصویره، این هم این آقای گوشوبری میرزا کیانوش نمیدونم چی جهانپور معاون وزیر بهداشت که اون تیتر بالاش هم میتونید بکنید، نامه اعلام کرونا در ایران جهانپور معاون وزیر بهداشت که اون تیتر بالاش هم میتونید بکنید، نامه اعلام کرونا در ایران جدید. اینا همه برای روزش مشخصه روی خبرگزاری، یه نا داری بریم بالا این بغلش میکنن زده. چند بهمن زده؟ دقیقا 27 بهمن ما اینا اومدن تکذیب کردن، 27 بهمن ما سه‌شنبه میشه دارن. بعد که روی همه خبرگزاری ها هست، یعنی روی فارس، میزان، ایرنا، ایسنا، تسلیم، هر خبرگزاری که جمهوری اسلامی داره، چه امنیتیش باشه، چه اینوریش باشه، چه خبرگزاری خوردپا باشه و هر چیزی میخواد باشه، حتی دستور پیگرد برای به قول خودشون ناشران این نامه صادر شده که توی خبره بعد همینجور که الان دوستان دارن میبینن نامه جدی شروع کرونا پیگرد حقوقی میشود، پیگیری حقوقی میشود. همینجور که دارید میبینید این افرادی هایی که در رأس نظام انگلنشان آخوندی هست و همه شون اومدن اینو تکذیب کردن روز سه‌شنبه، دو روز، سه روز قبل از انتخاباتی که تمام تلاشش رو اینا کرده بودن که بیان یک انتخابات با شکوه پرشور فلان و فلان. حتی خود خامنه ای دو بار در همون هفته اومد صحبت کرد و مردم رو عملا التماس کرد به مردم که بیایید و شرکت کنید در انتصاباتشون، ولی این نامه و نامه بعدی کل بازی رو به هم زد. در حقیقت این نامه چند تا هدف داشت، یک این بود که بازی انتصابات به هم بخوره که این یه بحث فرعی بود، اما بحث اصلی این بود که مردم ایران و مردم دنیا متوجه بشن که فقط چین الان خطرناک نیست از نظر شیوع بیماری، بلکه ایران که این همه پرواز میره و میاد توی کشورهای مختلف و به قول معروف یه جورایی مسیر ترانزیت هم هست، چه خطراتی برای کشورهای دیگه داره که همین الان بعد از این نامه شما شنیدید در کشورهای مختلف هر کجا کرونا رو شناسایی کردن پای یک ایرانی متاسفانه اونجا گیر است، چون ناقل این بیماری شدن. اما جا کمالپور روز چهارشنبه رو لطفا بذارید یا لطفا اون چیز رو بذارید ایران اینترنشنال شری رو بذارید، روزی که این انتخابات شلر این انتخابات این نامه در حقیقت تکذیب شد و فرداش بلا فاصله تایید شد.
دوستان میتونن توی گوگل خودتون سرچ کنید، فقط کافیه توی گوگل بزنید تکذیب نامه، هر چیزی که میاد مربوط به همین سه چهار تا نامه یک رسخید سیمرغ منتشر. خب یه لحظه اجازه بدین تا من اینستاگرام رو دوباره را بندازم، چون دوستان در اینستاگرام گناه دارن. بله دوستان، تا جان کمالپور را میندازه اینستاگرام رو لطفا توی فیسبوک برنامه رو پخش کنید. برنامه برنامه مهمیه، باور کنید، نمیخوایم وقت کسی رو بگیریم، نمیخوایم بشینیم بریم بالای منبر مثل امثال این جکو جنورا شکر رو بگیم. اینا همه سنده و این سندها کمک میکنه به مبارزه اگر مخالفان باهوشی این ور آب باشن. این که جمله آخر آقای قاسمی خیلی مهم بود، اگر مخالفان باهوشی، یعنی از این اپوزیسیون پوشالی در پیتی بی سوادتر فرصت طلبتر در هیچ جای دنیا شما نمیتونید پیدا بکنید. این برنامه امشب رو شما ببینید، اگر اپوزیسیون عقل درست حسابی داشت ببینید چقدر قشنگ میتونست کار رو تموم بکنه، اما اجازه نمیدن دیگران بیان وسط. نه اینکه به من و سعید قاسمی، نه اصلا ما رو بیخیال شید، فراموش کنید، خودشون نتونستن 41 سال کاری بکنن، به جوونها اجازه نمیدن، میدون نمیدن، به خاطر اینکه هنوز میخوان کاسلیستی کنن، میخوان تا اونجایی که شده غارت کنن، بعد این فرصتهای طلایی رو از دست میدن. بریم این ویدیو رو ببینیم، از ایران اینترنشنال برگردیم. اما وزارت بهداشت میگوید ما به رئیس جمهوری نامه ننوشتیم. همان نامه به ظاهر رسمی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و خطاب به حسن روحانی از وضعیت کرونا در کشور گزارش میداد. در این نامه که تاریخش 23 بهمن است نوشته شده 35 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند و 4 نفر هم در اثر این ویروس جان باختند. تکذیب این نامه و هر چه در رابطه با کرونا گفته شده از سوی وزارت بهداشت فقط یک معنی میتواند داشته باشد. مقامات ایران میخواهند بگویند کرونا به ایران نرسیده. لیلا سعادتی گزارش می‌دهد. تکذیب دوباره، این بار این نامه گویا چند روز پیش به دفتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران ارسال شده به امضای معاونت وزارت بهداشت. خیلی زود هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. نوشته شده 35 نفر به ویروس مبتلایند، 4 نفر جان خود را از دست دادند. او کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت نوشت نامه جعلی است. دلیلش هم رو نوشت نشدن این نامه به وزارت بهداشت است. بیشتر از یک ماه است کرونا از دیوار چین رد شده و حتی به مصر رسیده. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار پیشتر گفته بود اما اینی که تصور بکنی این ویروس وارد کشور ما نخواهد شد، یعنی ما می توانیم کاری بکنیم که این اتفاق بیفته، نه، هیچ کشوری در دنیا نیست که بتوانه کاری بکنه که اصلا ویروس واردش نشه. و بعد علی ربیع سخنگوی دولت با بالا گرفتن انتقادات مبنی بر برقراری پروازهای چین و ایران آمد و گفت پروازهایی که در حال سوار شدن هستند و پروازهای تعهد قبلی با تمام امکانات پزشکی و قرنطینه‌های لازم صورت می‌گیرد و مجوز یک پرواز اختصاصی برای انتقال ایرانیان اتخاذ شد. در همان روزها شواهد نشان می‌داد هواپیمایی ماهان وابسته به سپاه پاسداران هنوز در رفت و آمد به چین است، حتی در حد ترانزیت مسافر. این هواپیمایی بعد از تحریم‌های آمریکا بیشترین پروازهایش به این کشور انجام می‌شود. دوستان زیرنویس ویدیو را دقت کنید و گزارش روزنامه دولتی ایران که خبر داده بود یک زن 63 سال مبتلا در یکی از بیمارستان‌ها فوت شده، وزیر بهداشت سعید نمکی و سخنگو آقای جهانپور گفتند این خبر هم کذب است. در این نامه که میگویند جلیس برای کنترل و جلوگیری از ویروس به 3 نکته تاکید شده: جلوگیری از ورود کالاهای چینی به ایران، جلوگیری از پرواز بیشتر از یک ماه است کرونا از دیوار چین رد شده و حتی به مصر رسیده.
محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار پیشتر گفته بود. اما اینی که تصور بکنیم این ویروس وارد کشور ما نخواهد شد، یعنی ما می توانیم کاری